بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. هر دلار آمریکا در جریان معاملات روز یکشنبه 21 آبان در بازار آزاد ارز افغانستان در مقابل 67 افغانی معامله شد. پایین ترین نرخی که از نوامبر 2017 تا کنون ثبت شده بود. قیمت دلار در افغانستان پس از سلطه طالبان و مسدود شدن ذخایر ارزی خارجی این کشور توسط کشورهای غربی و نهادهای مالی و پولی بین المللی روند سودی به خود گرفت و از مرز بی سابقه 105 افغانی هم فراتر رفت. همچنین هر افغانی روز یکشنبه در برابر 7000 ریال ایران 700 تومان مبادله شد که نرخی کم سابقه به شمار می رود. شماری از دانشمندان و نشریات علمی بر این باورند که رشد و پیشرفت فناوری‌ها و نوآوری‌های علمی با ایجاد رشد پایدار امیدواری‌ها را درباره آینده دنیا افزایش داده است. بر اساس گزارش‌های رسیده که در این زمینه در نشریات علمی منتشر شده است، این واقعیت مورد تأکید قرار گرفته که فنلاند یکی از کشورهایی است که این موضوع را جدی گرفته و تسریع فعالیت‌های تحقیقاتی و نوآورانه برای دستیابی به رشد پایدار را یکی از اهداف ملی خود در سال‌های آینده تعیین کرده است. گفته می شود دستیابی به فناوری‌های جدید با تسریع روند تحقیق و توسعه فرصت‌های تجاری را افزایش داده و نوسازی اجتماعی را در جنبه‌های مختلف نیز تقویت می‌کند. دکتر سید احمد طباطبایی فلوشیپ بیماری‌های ریه با اشاره به شیوع بیماری‌های تنفسی و گوارشی فصلی در ایران گفت کرونا، آنفولانزا، RSV، ویروس‌های سرماخوردگی و غیره این روزها در همه گروه‌ها ایجاد بیماری می‌کنند، اما به نظر می‌رسد این روند در کودکان بیشتر باشد. او با اشاره به اینکه با توجه به وارد شدن به فصل سرما، ویروس‌های مرتبط با این فصل هم افزایش می‌یابند گفت امسال هم مانند سال گذشته با موج جدیدی از آنفولانزا مواجه می شویم که به طور کلی جامعه را در بر می گیرد، اما به نظر می رسد این روند در کودکان بیشتر باشد. به افزود سال گذشته با ترکیب کرونا و آنفولانزا مواجه بودیم، اما امسال میزان بروز آنفولانزا بیشتر از کرونا است. البته این موضوع به معنای آن نیست که کرونا تمام شده است. این بیماری هنوز هم مبتلایانی دارد که کارشان به بستری شدن می رسد.